چقدر سخن گفتن درباره انسانی والا که بزرگ منش و فداکار بوده و بیشترین عشقش عشق به وطن و هموطنان و بزرگترین دغدغه اش سرنوشت این کشور و ملت بزرگ آن می باشد مشکل است. انسانی که در تمامی عمر با عزتش هدفی جز اعتلاء عظمت ایران زمین نداشته و در تمام طول دوران غربت نشینی آرزوی جز رسیدن به آزادی، برقراری حاکمیت ملی و در ایران و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور در ذهنیت سیاسی و پویای خود نپرورانیده است. شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ما در طول قرنها تجربه تلخ خردستیزی توسط حکومت‌های مستبدانه داخلی از یک سو و حاکمیت بیگانگان از سوی دیگر همواره عرصه را برای فعالیت میهن پرستان تنگ نموده است. تلاش هایی که در جهت شکوفایی خلاقیت در راستای سازندگی هرچه بیشتر کشور توسط بزرگ مردان و زنان فرهیخته و فداکار انجام گرفته است. آنان در تلاشی خستگی ناپذیر بران بودند تا راه دشوار آزادی را هموار کرده و در سطح جهانی ایران و ایرانی را در جایگاه رفیع که در خور آنهاست قرار دهند. دریغا که این بزرگان کمتر مجال یافتند تا حتی به پاره از آرزوهای خود جامعه عمل بپوشانند. نصرت الله امینی یکی از این پویاندگان راه آزادی است که همواره آرزوهای به حقی را برای بزرگی کشور و آزادی ملت در دل و ذهن سیاسی خود تا به امروز داشته است. راهش مستدام و پررهرو باد. عزیز ما جناب آقای نصرت الله امینی، فرزند خلف کوروش و داریوش و امیرکبیر و زنده یاد دکتر محمد مصدق، علی‌رغم تنگ شدن بی‌وقفه حلقه‌هایی که به دور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایشان بوده، هرگز از پای ننشسته و در تمام دوران فعالیت خود و هم اکنون نیز که گذر زمان تأثیر اجتناب ناپذیر خود را بر سلامتیشان گذارده است، لحظه ای از تفکر جهت پیدا کردن راه حل مسالمت‌آمیز برای نجات کشور و گشوده شدن درهای سعادت و سربلندی به روی ایران و ایرانی باز نایستاده است. در پایان این جانب از کلیه هموطنانی که در این گرد همایی با شکوه و قابل تقدیر حضور یافته تا بتوانند با ادای جملاتی چند ذره ای از زوایای گرانسنگ وجودی جناب نصرت الله امینی را بیان نمایم تشکر و قدردانی نموده و همچنین از ایجاد فرصتی نیز برای این جانب که بتوانم از فرسنگ ها راه دور در این گرد همایی خود را در کنار شما عزیزان حس نمایم سپاسگزاری می نمایم. لذا از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامت و طول عمر و برای این راد مرد عاشق وطن نموده و موفقیت و سلامتی همگی شما هموطنان عزیزم را در رسیدن به ایرانی آزاد و سربلند خواستارم.